سبا آلاله روان تحلیلگر سیاسی و اجتماعی از ترکیه ما رو همراهی میکنن. خوش اومدین خانم آلاله. اینکه حجابان ها مأمور شدن وسایل شخصی، کیف، موبایل زنان رو به بهونه حجاب بگردن، به لحاظ روانشناسی، جامعه شناسی چه تأثیری بر این نیمه تاثیرگذار جامعه داره و این گونه رفتارها چه تأثیری بر کل میشه گفت که به طور کلی به سلامت روان جامعه داره؟ خب این سوال شما من رو برمی‌گردونه به این که من این نکته رو اینجا بهش اشاره بکنم. مسئله حریم خصوصی، حفظ حریم شخصی، یکی از استانداردهای روانشناختی برای هر فردی است. شما حتی اگر از سمت افراد امن خودتون، از سمت خانواده و یا از سمت دوستان خودتونم احساس بکنید که این حریم خصوصی مورد حمله قرار گرفته و یا به اجازه شما به اون ورود کردن احساس ناخوشایندی بهتون دست میده و در مقابلش مقاومت میکنید، بعد حالا شما این مسئله رو در یک جامعه بزرگتر و در یک مسئله وسیع‌تر اون رو تصور بکنید، اینکه در یک فضایی هستید، در حال مبارزه هستید، میدونید که افرادی که مقابل شما هستن شما اونها رو مخالف خودتون و دشمن خودتون میدونید، اونها شما رو مجبور به این مسئله میکنن، اینکه خب بخوان وسایل شخصی شما رو بگردن. این دقیقاً ورود به حفظ، ورود به حریم خصوصی و شخصی افراد هست که چون از سمت حکومتی که در مقابل مردم قرار گرفته من رو غیر از شکنجه و بدرفتاری و خشونت نمیتونم محسوب بکنم، دلیل اینکه در این شرایط افراد اونقدر براشون احساسات ناخوشایند و احساس آزار براشون پیش میاد، یک موقعیت‌های مضطرب و موقعیت‌های اضطرابی براشون پدید میاره. قطعاً میتونیم بگیم که در این چنین شرایط افراد زمانی که دچار اضطراب میشن، دچار ترس میشن، براشون میتونه پیامدهای روانی فردی زیادی داشته باشه. ولی خب یک نکته‌ای رو میگم، چون زنان تصمیم بر این گرفتن و پیش بینی میکنن بر این مسئله که دیگه در برابر این مسئله مقاومت بکنن، میتونه جایگزین اون آثار روانی باشه که بر خودشون و یا بر افراد دیگه جامعه باشه و اینکه چیزی جلودار اونها نمیتونه باشه. پس شما فکر میکنین که این روش ها که دهه ها هم تجربه شده البته از طرف زنان، نمیتونه تأثیری داشته باشه بر اینکه زنان رو مجبور بکنه که از مطالباتشون بگذرن؟ خب ببینید، ما از آثار استرابزا و از آثار روانی اون نمیتونیم بگذاریم و اون رو نادیده بگیریم که بگیم که نه، این آثار روانی، این شرایط و موقعیت‌های استرابی نمیتونه روی روان ما و روی سلامت روان ما تاثیر نداشته باشه. قطعا میتونه و مخصوصا به این دلیل که دائم این رویدادهای پر استرس داره تکرار میشه. زنی که از خونه میخواد بیاد بیرون دائم این پروسه روانی رو با خودش طی میکنه که الان از کدوم قسمت برم، الان در کجا قرار بگیرم یا خب درگیر نشم و یا این فضا رو کمتر احساس بکنم. ولی برگردم به همین گزارش شما، در شما در این گزارش به نکته های خیلی زیادی اشاره کردید، به نافرمانی های بسیار زیادی اشاره کردید. این مسائل رو که شما امروز بهش اشاره کردید نه تنها در این چند ماه اخیر و یک سال اخیر، بلکه در سالیان اخیر هم بسیار زیاد بود. خب این نشانه همونه که زمانی که زنان از مطالبه خودشون عقب گرد نمی کنن، حکومت مجبور میشه که این فضا رو براشون، فضای سرکوب رو و فضای کنترلگریشون رو براشون گسترده بکنه. من یادمه که در گذشته خب اگر زنی در خیابان بود و خب حالا حجابی نداشت و یا درگیر میشد با گشت ارشاد، معمولا مردم در کنارش قرار نمی گرفتن، افراد دیگه در کنارش قرار نمی گرفتن و حکومت دقیقا از مردم استفاده میکرد که یک ابزاری برای سرکوبش باشه و همیشه اعلام میکرد که مردم درون جامعه میخوان که این حجاب گسترش پیدا بکنه. ولی امروز حکومت دیگه این ابزار رو نداره، یعنی مردم رو نداره، دیگه نمیتونه از این ابزار مردم قرار بده و همون خاطر من احساس میکنم که به این دلیل که کنار هم دیگه هستن این مطالبات نمیتونه سرکوب بشه و نمیتونه به عقب رونده بشه. ممنون از توضیحاتتون. سوال روان تحلیلگر سیاسی و اجتماعی از ترکیه ما رو امروز کردید.